بریم. فرهنگ، عاشقانه، این برج زیبا یا به قول شهردار قنبری کافه سندیشل بسیار مشهور است و داستانهای زیادی در پس این شهر وجود دارد. اما در پس خیابانهای این شهر زیبا اسرار تاریک نفت است که دل شما را خواهد لرزان. بقایای اجساد 6 میلیون انسان. سلام دوستان، ما در دخمه مردگان هستیم، 20 متر در زیر خیابون‌های شهر پاریس، جایی که 6 میلیون اسکلت انسان وجود داره. میگم که مساحت اینجا حدود 300 کیلومتر است. پس حالا با هم هستیم. امپراتوری روم در فرانسه کنونی، مردم پاریس متوفیان خدا در اطراف شهر دفن می‌کردند. اما رفته رفته در مرکز شهر قبرستان‌هایی ساختند تا رفتگانشان به آنها نزدیک‌تر باشند. در سال 1130 محبوب‌ترین قبرستان در پاریس قبرستان مرکزی بود که به نام قبرستان مقدس بیگناهان شهرت داشت. این قبرستان از قرون وسطا تا قرن 18 میلادی مورد استفاده قرار می‌گرفت و قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین قبرستان پاریس شمرده می‌شد. هنوز یک قرن از ساخت این قبرستان نگذشته بود که دیگر فضای خالی در این قبرستان پیدا نمی‌شد. به همین خاطر به تدریج اهالی پاریس شروع به دفن اجساد عزیزانشان در پارک‌ها و حیاط خانه‌هایشان شدند و آرام آرام شهر در حال تبدیل شدن به دنیای مردگان بود. در بهار سال 1780 میلادی، یکی از دیوارهای قبرستان مرکزی پاریس بر اثر شدت بارانهای بهاری ریزش کرد و باعث شد تا اجساد مردگان در محوطه پراکنده شوند، موضوعی که ترس ساکنان پاریس را در بر داشت. در اطراف پاریس معدن سنگ آهنی وجود داشت که تا قرن 12 از آن بهره برداری میشد، اما معدنچیان به بخشهایی برخوردند که دیگر غیر قابل حفاری بود و همین خاطر تونل ها را به همان صورت به حال خود رها کردند. در این زمان بود که تصمیم گرفتن تا این معدن را برای دفن مردگانشان استفاده کنند. خود دخمه 20 متر زیر زمین است که باید از این پله‌های تنگ بریم پایین. انگار این تونله نمیخواد به جایی برسه. نیم ساعت ما داریم همینطوری راه میریم. آقا نیم ساعت داریم میریم، هیچی نیست. الان روی دختر جلو موسم شده. اصلا این انسان چیه؟ داره میره رو بچه به استیلتا رسیم. میگن برخی از اسکلت‌هایی که اینجا هست بیشتر از 1200 سال پیش بوده که موندن.
البته از اول انقلاب فرانسه بود که دیگه کلن توی پاریس هر کسی که میمرد دیگه یه راست میآوردنش اینجا خاکش میکردن، البته خاکش که نمیکردن، همینطوری مینداختنش. آقا این اولی دختر بوده بینشو هم عمل کرده، دکترم زده شکونده باله بینش. بچه میگن که توی دفتر راهنمای من نوشته که از سال 1859 در زمان باران عثمان دیگه در اینجا بسته میشه و کم کم اینجا به فراموشی سپرده میشه، مردم خبر نداشتن که زیر پاریس چه خبر است. تا اینکه اول قرن 19 بوده یه سری جوون اینجا رو پیدا میکنن و برای خودشون یه حالت آمفی‌تئاتر درست کرده بودن، یک جایی واسه همون چیزا دیگه، اون شربازی ها دیگه من نگم. آره، تا اینکه سر و صداش میپیچه و مردم میفهمن که اینجا چه خبر بوده. از سال 1955 در اینجا رو برای عموم باز کردن، اما همونطور که گفتم 300 کیلومتره، اما فقط قسمت‌هایش رو میشه رفت، یعنی قسمت‌هایش رو آماده کردن، اینطوری چیدن مرتب که بتونیم بازدید کرد. خیلی از قسمت‌هاش اصلا امکانش میگریست. بودیم اینجا قاطی این اسکلتو هم میچسبید خیلی. بچه میگه نوشته یه که این همینطوری هر طور که شهر نقشه شهر هست، یعنی خیابونا هر طوری که اون بالا هست، این پایین هم دقیقا مشابه همون هست و حتی نامش هم همون هست، یعنی این خیابونی که ما داریم میبینیم الان مثلا رو برمون بالا هم همینطوری هست و دقیقاً همونطوری ترسیم شده که اون بالا هست. این یه چیز خیلی جالبه واقعاً.